در اعتقادات شیعه یکی از پر رمز و رازترین مباحث بحث مهدویته، همچنان که مخفی بودن ولادت حضرت پر رمز و رازه، بحث چگونگی رسیدن وضعیت مادر حضرت به سامرا، همچنین بحث غیبت امام، طول عمر امام، همه این مباحث رمزگونه است و یکی از این سلسله مباحث بحث نام بردن امام معصوم علیه السلام. هر موجودی میتواند یک اسم داشته باشه، یک صفت داشته باشه. اسم اون نامی است که به ذات دلالت میکنه، صفت اون نامی است که یک خصوصیتی رو در طرف مشخص میکنه. ممکنه اسم طرف حسن باشه اما مثلا صفتش عالمه یا صفتش عادله. برای وجود نازنین امام زمان علیه السلام یه اسم وجود داره، همونطور که پیغمبر اسلام فرمودند لولم یبق من الدنیا الا یوم واحد، اگر از تمام طول دنیا یه روز فقط باقی مونده باشه، لتول الله ذلک الیوم حتی یبعث فیه رجل رجلا منی اسمه اسمی. اسم امام زمان همون اسم وجود نازنین پیامبر عظیم الشأن اسلام است. این یه دونه اسم داره ایشون، لکن چندین صفت داره. ولی یه بحثی راجع به اسم امام زمان هست که آیا ما میتوانیم جایز است از نظر شرعی اسم امام زمان رو ببریم یا که نه، اگر بخواهیم نام مبارکش رو ببریم باید به صورت حروف مقطعه. شما در قرآن یه سری از حروف رو دارید، اسم اون حروف چی؟ آقا حروف مقطعه است، یعنی حروفی که جدا جداست در تلفظ، الف لام میم، اینو بهش میگم حروف مقطعه. ما اسم مبارک امام زمان که اسم پیامبر عظیم الشأن هست، اینو میتونیم سر هم ببریم یا باید مقطع مقطع ازش یاد بکنیم؟ وجود نازنینش رو بگیم میم ها میم داد. در بعضی از متون و دست نوشته ها علل قاعده باید یه همچین چیزی رو دیده باشید. این به دلیلی که در رابطه با نام بردن اسم حضرت 5 گروه روایت وجود داره و برخی استفاده و حرمت کردن، میگن حرامه نمیشه اسمش رو برد. حالا ببینیم 5 گروه روایات چیا هستن. برخی از روایات دلالت بر این معنا دارن که حرام است اسم امام رو بردن در هر زمان و در هر مکان، اصلا نمیشه اسمشون، مربوط به حالام نیست. غیبت صغرا هم همینطور بوده، 100 سال دیگه هم چی آقا؟ همینطوره. اصلا اساسا نام ایشون بردن جایز نیست. 3 روایت در این باب براتون میخوان. قال صادق علیه السلام، امام صادق فرمودن صاحب هذا الامر، صاحب این مسئله که بحث قیام هستش، لا یسمیه به اسمه، نام برده نمی شود به اسمش. به علقابش میتونی بگی، مهدی میتونی، حجت میتونی، هر چه که از علقاب است اشکال نداره، اما اون نام مبارک که هم نامی با پیامبر عظیم الشأن اون رو نمیتونی نام ببری. لا یسمیه به اسمه، به نام خودش نام برده نمی شود و نمی برد. کسی وجود نازنینش را به نام خودش نام نمیبرد الا کافرون،
مگر کسی که کافر است. البته حدیث شناسان و شارحان حدیث فرمان مراد از کافر در اینجا منکر خدا نیست، بلکه مراد از کافر در اینجا کسی است که امر و نهی خدا رو ترک کرده. حدیث دوم میفرماید ببین که همچنان که ولادتش مخفی بود نامش را هم نمیتوان بود. ذالک ابن سیدت الاما، این آقا پسر سرور کنیزان است. تخفا علی الناس ولادته، ولادتش بر همگان مخفی است. ولا یحل لهم تسمیته، و جایز نیست برای شیعیان نام بردن او. حدیث سوم این طور است که می‌فرماید نامش را نمی‌توان برد همچنان که شخصش قابل دیدن نیست. شما تو ضرب المثل فارسی بگی پشت گوشت رو تو دیدی، منم مثلا می‌بینی، این مسئله رو مثلا فرض کن انجام میشه، همچنان که شخصش دیده نمیشه اسمش هم نباید برده بشه، ارتباط وجود داره. این ستا رو آیان ازش استفاده یه حرمت نام بردن استفاده کردن، میگن جایز نیست. این حدیث گروه اول. گروه دوم میگن به این که جایز نام بردن، میگن اگر گفتن اسم ایشان رو که هم نامی با پیغمبره نمیتوان برد، مربوط به اصل غیبت چی بوده؟ صغرا بوده. خصوصیت غیبت صغرا این است که امام در اون مقطع از طرف حق تعالی اجازه داشتن که با رعایای خودشون ارتباط داشته باشن، منتها این ارتباط همواره از طریق کی بوده ها؟ از طریق چهار نایب خاص بوده. در توقیعی که از وجود نازنین خود ایشان صادر شده، اینه توقیعاتی که از امام علیه السلام صادر شده همش برمیگرده به که؟ همش برمیگرده به اصل غیبت صغرا. من سمانی فی مجمع من الناس فعلیه لعنت الله، لعنت خدا بر کسی که اسم من در مجامع بیاره. دیگه بدتر از این دیگه نمیشه دیگه. حدیث شناسا میگن این طایفه از احادیث برمیگرده به عدم جواز در غیبت صغرا. حالا از کجا استفاده میکنن؟ از باب این که میگن این توقیعه، از خود امام زمان صادر شده، نمیتواند عمومیت داشته باشه. پس گروه دوم از احادیث گفتن جایز نیست، مربوط میشه به غیبت صغرا. اما گروه سوم از روایات میگن اسم حضرت رو نباید برد تا زمان ظهور. هر کی که آمد میتوان نامش رو برد، اما تا نیامده است جایز نیست اسمش رو ببرید. پس باید منتظر زمان ظهور شد. حدیثش از امام کاظم علیه السلام. و برای اون مردم جایز نیست نامش را ببرند، حتی یظهره الله، تا اینکه خداوند او رو ظاهر کند. یعنی اگر لا تحل تسمیته حتی یظهره الله، تا زمانی که ظهور کند. که یملع الارض عدلا و قسطا کما ملعت جورا و ظلما، زمین را پر از عدل و داد می کند همچنان که این زمین پر از ظلم و جور شده است.